واکسن مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی بر روی پیچیده‌ترین پلتفرم دنیا، یعنی پلتفرم واکسن‌های پروتئینی نوترکیب سوار شد. معتبرترین کمپانی‌ها از این واکسن در حال استفاده هستند و در حال طراحی برای ورود این نوع واکسن به دنیا هستند و یکی از سیف‌ترین واکسن‌ها و کم‌عارضه‌دارترین واکسن‌های دنیاست و شاید بشود گفت که بیشترین داده‌های آزمایشات حیوانی رو ایران داره الان و ایران بیشترین داده‌ها رو در خصوص موش و خوکچه هندی و همستر و خرگوش و میمون داره که هنوز ایمنیزایی در اینها بعد از قریب به 8 ماه پایدار مونده و این یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است و امیدوار هستم که سایر همکاران ما در بخش‌های دیگه هم به ما بپیوندن و ما از جریان‌های مختلف بتونیم انشاءالله به واکسن دسترسی پیدا بکنیم. همینجا جا داره که من از برادر عزیزم که حمایت‌های بسیار خوبی کردن جناب آقای دکتر نمکی تشکر کنم و از حمایت‌های عالمانه حضرت عالی هم سپاسگزاری بکنم. و اما امروزی که از روزهای خوب برای جامعه کشاورزی ایران هستش، قریب به 35 سال این روز داره تکرار میشه و بهونه‌ای برای تقدیر از کشاورزان نمونه هستش و ما افتخار میکنیم که حضرت عالی در 3 قسمت از این مراسم حضور داشتین و این افتخار بزرگیه برای ما. کشاورزان ما امروز کشاورزان نمونه ای داریم که از بین 4,300,000 کشاورز 170 کشاورز پیشرو انتخاب شدن. اینها کشاورزانی هستند که در بخش باغبانی حداقل 9 برابر با متوسط تولید کشور اختلاف دارند. در بخش زراعت حدود 4 برابر اینها اختلاف دارند. در بخش دام و طیور آبزیان حدود 2 تا 2.5 برابر اختلاف دارند. یعنی اگر ما بتوانیم رفتار این کشاورزان عزیز رو بتونیم منتقل بکنیم به سایر کشورها، به سایر کشاورزان عزیز از طریق آموزش و تربیت، اتفاقات بسیار خوب انشاءالله برای کشور خواهد افتاد. یکی از اینها آموزش‌های مجازی است که ما موفق شدیم در همین مدت کوتاه 32 استودیو رو آماده بکنیم در استانهای مختلف که هم کشاورزان پیشرو بیان و هم کارشناسان و پژوهشگران و دانش و تجربه خودشون رو به سایر کشاورزان دیگه انشاءالله منتقل کنن که امروز با دستور حضرت عالی افتتاح خواهد شد. و این محصولاتی که امروز در این سالن میبینین حاصل دسترنج همین کشاورزان عزیز هستش که امیدوارم بعد از جلسه حتما بازدید بفرمایین. و 2 پروژه عظیمی که امروز افتتاح خواهد شد، یکی پروژه های گلخانه است که قبل از اینکه دولت تدبیر امید شروع به کار بکنه حدود 8000 هکتار ما گلخانه داشتیم و امروز به 21000 هکتار گلخانه خواهد رسید و امیدوار هستم تا پایان دوره تدبیر امید و دولت انشاءالله این رو ما به عدد 25000 هکتار برسونیم. نکته بعدی توجهی که بخش کشاورزی کرد به زنجیره‌ها و امروزی که از بزرگترین زنجیره‌ها در بخش دام افتتاح میشه، فاز 1 و فاز 2 که هر فاز 10000 رأس دام هستش و استحضار دارین که قبل از اینکه دولت تدبیر امید شروع بکنه فعالیت‌های خودش رو، ما میزان کل شیر تولیدمون حدود 8.3 میلیون تن بود و امروز به 11.3 میلیون تن رسیدیم. توسعه گلخانه ها و کشت گلخانه ای از مهمترین و محوری ترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است. خرسندم عرض بکنم و خدا قوت عرض بکنم به دولت محترم و همه بهره برداران که ما در سال 1392 حد اکثر 1.4 میلیون تن سبزی و سیفی و همینطور 1.5 میلیون شاخ گل در کشور تولید می کردیم و امسال در سال 99 به 2.8 میلیون تن محصولات سبزی و سیفی و حدود 3 میلیون تن
3 میلیون شاخ گل الحمدلله دست پیدا کردیم که تقریبا دو برابر هست و تا پایان این دولت حتما به اعداد بسیار بالاتر یعنی 3.5 میلیون تن و 4.2 میلیون میلیارد شاخه انشاءالله گل دست خواهیم یافت. مزیر عده استحضار حضرت عالی، اثر بخشی گلخانه ها و اجرای طرح‌های گلخانه ای بسیار برای کشور مهم هست. بهره‌وری آب بیش از 10 برابر افزایش می‌یابد. تولید در واحد سطح در گلخانه بیش از 10 برابر افزایش می‌یابد. خوشحالیم عرض بکنیم در شرایط سخت اقتصادی این بخش توانسته از ارزآوری بسیار بالایی با صادرات 800 هزار تن محصولات سبزی و صیفی 500 میلیون دلار و همینطور با صادرات گل حدود 35 میلیون دلار در سال گذشته ارزآوری برای کشور داشته باشیم که این همه در شرایطی تحقق یافته که ما در شرایط بسیار سخت اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و کمبود شدید منابع اعتباری مواجه بوده ایم. جناب آقای برومندی لطفاً جمع‌بندی بفرمایید. و اما پروژه‌ای که اینک در اینجا به بهره برداری میرسد به صورت نمادین در کنار 371 پروژه دیگر توسط بهره بردار عزیز جناب آقای کبریایی و همسر گرامی ایشون شرکت پایاورد آسا بین الملل در واقع یک پروژه بسیار ارزشمندی است که با پیشرفته ترین و مدرن ترین تکنولوژی در واقع نسبت به تولید و تکثیر پایه های گل رز که ما در گذشته برای ایجاد هر هکتار 240 هزار یورو به خارج از کشور وابسته بودیم امروز بی نیاز خواهیم شد و همینطور حدود 3 میلیون شاخه در سال انشاءالله صادرات خواهیم داشت. خیلی ممنون و متشکر جناب آقای دکتر برومندی. تحولاتی که در کشاورزی ما شاهد هستیم بسیار برای ما حائز اهمیت، همطوری که آقای دکتر خاوازی اشاره کردن، اینکه در مسئله گلخانه ما شاهد یک پیشرفت و تحول بسیار خوبی هستیم که تا پایان دولت ایشون وعده دادند که گلخانه ما به 3 برابر آغاز این دولت برسه. یعنی اگر آغاز این دولت 8000 هکتار ما گلخانه داشتیم، این تبدیل بشه به 25000 هکتار که بیش از 3 برابر هست. و خب محصولات گلخانه‌ای بسیار حائز اهمیت از لحاظ اینکه خب ما محصول خیلی بیشتری رو برداشت میکنیم در تمام فصول سال، گلخانه میتونه فعال باشه. و اینکه امروز ما شاهد اون هستیم که نزدیک 1000 هکتار، حالا 954 هکتار گلخانه فقط امروز افتتاح میشه. در 372 طرح گلخانه ای بسیار برای ما حائز اهمیت. از جناب عالی، از همه دستاندرکاران عزیز در سراسر کشور که امروز این گلخانه ها افتتاح میشه تبریک میگم در این دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی. به نام خداوند بزرگ و با توسل به ارواح طیبه ائمه هدا و پیامبر عظیم الشأن اسلام، 372 طرح گلخانه‌ای رو به مساحت 954 هکتار در سطح کشور آغاز بفرمایید. علی برکت الله. اللهم صل علی ضمن عرض تبریک فرارسیدن دهه فجر خدمت تمام همیهنان عزیز، ما اینجا در پروژه کشت و صنعت سبز غزال در سال 97 شروع به کار کردیم، داخل زمینی به مساحت 240 هکتار. اشتغالزایی که تا به الان داشتیم 350 نفر به صورت مستقیم و 1000 نفر به صورت غیر مستقیم بوده.
ظرفیت دامداری 20,000 رست در حال حاضر هستش. این دامها از خارج وارد کردید یا در خود ایران پرورش یافتن؟ یه قسمتشون از خارج کشور تهیه شده، یه قسمتشون داخل کشور اصلاح نژاد شده. معمولا هر رسگاوی چقدر الان شیر میده در این دامداری شما؟ حدود 40 کیلو. 40 کیلو. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر هم از جناب عالی هم از همه عزیزانی که در سراسر کشور در بخش دام مشغول فعالیت هستند. هم مسئله لبنیات و شیر برای ما بسیار مهمه و هم گوشت، هر دوی اینها حائز اهمیت و خب توسعه دامپروری میتونه یک تحول بسیار خوبی برای امنیت غذایی ما در سراسر کشور به وجود بیاره. از این نوع دامداری ها چقدر در ایران هست آقای دکتر خوازی؟ یعنی اینی که الان در استان مرکزی ما داریم افتتاح میکنیم مشابه این چقدر هست در کشور؟ خیلی کم انگشت شمار آقای دکتر. این پروژه خیلی عظیمیه که دوستانی که در صنایع لبنی الان حضور دارن در جلسه، اینها به خاطر تکمیل زنجیره خودشون و عدم وابستگی به بحث شیر این راه اندازی کردن. فکر نمی کنم به این عظمتی که الان دوستان راه اندازی کردن بیشتر از حد اکثر 10 واحد عظیم اینجوری ما داشته باشیم. بسیار خوب، بسیار مهمه که ما یک واحد عظیم دامپروری رو ما امروز شاهد افتتاح اون هستیم. به نام خداوند بزرگ و با توسل به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی، فازهای 1 و 2 مجتمع دامداری شهرستان زرندیه رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله. اللهم صل علی محمد آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم، با تشکر و قدردانی از مساعی جناب عالی در اداره امور مملکت، در شرایط دشوار کنونی با ضریب خطای کم و مظلومیت بسیار، به سپاس به خاطر اهمیتی که ابتدا قبول مسئولیت خود تا کنون به کشاورزی داده اید. همچنین تشکر از وزیر محترم جهاد کشاورزی آقای خوازی و معاونین محترم و مدیریت کشاورزی استان کرمان و تشکر ویژه از استاندار جوان خوشفکر، ایشالله منفع خیر برکاتی برای کرمان باشد. مطالب خود را در 2 بخش سمن دولت 11 و 12 خدمت شما ارائه میدم. یک، گسترش فضای گلخانه‌ای و ارتقای کیفیت سازها و سیستم های مدر، تولید بازدهی بهره‌وری بالای بافت و سیستم های آبیاری نوین، افزایش راندوان محصولات زراعی، بهره‌گیری از بذور مرغوب و گسترش ترویج آموزش و ترویج، گسترش آموزش و ترویج غیر رسمی از طریق فضای مجازی به گروه های تخصصی خود ساخته، توجه به تعاونی های روستایی و گسترش حل مشکلات اساسی آنها به ویژه در 4 سال اخیر، توجه به مکانیزاسیون و تخصیص اعتبارات بی سابقه و ارزان جهت تحویل ماشینات کشاورزی، ضریب مکانیزاسیون از 1:1 به 2 بالاتر، افزایش کشت بهره‌وری در دانه‌های روغنی به خصوص کلزا و تأمین نیاز کشور از 6% سال 92 به 18% در سال 99، کمک نقدینگی به کشاورزان از طریق بانک کشاورزی بیشتر از همه دولت‌های گذشته به رغم تنگنای مالی و افزایش درآمد کشاورزان در مجموع. ضمن تقدیر تشکر از مجری گندم کشور آقای مهندس اسفندیاری پور، از حضرت عالی درخواست بودجه حداقلی برای کشاورزان به روش مدر استفاده میکنن برای کم کردن هزینه های استفاده از نواره های تیپ در استفاده کمتر از آب. ما 2 میلیون هکتار زمین آبی داریم آقای رئیس جمهور. اگه ما میانگین کشور 4.5 و 2 دهم برسونیم و با تحقیقاتی روی گندم دیم، برای همیشه مسئله گندم و خودکفایی را در کشور تثبیت میکنیم و این امنیت غذایی کشور است. آقای رئیس جمهور، گسست تاریخی بین صنعت و کشاورزی وجود دارد. با ابتکار
وزیر کشاورزی و مجموعه زیر مجموعه کشاورزی و مدیریت کشاورزی کرمان، ما برای اولین بار در کشور کشاورزی قراردادی با کارخانه‌های ماکارونی کشور جهت تحویل گندم با گلوتن 30% و کیفیت بالاتر و قابل رقابت با مرغوب‌ترین گندم دنیا با صنعت ماکارونی کشور و خودکفایی در این گندم تامین به همه کشور و الگوی کشت را اجرا نمودیم، به زحمت دولت را کم نمودیم. انشاءالله کشاورزان سود بیشتری از این قرارداد خواهند برد. خیلی متشکر آقای سالاری، از جناب عالی سپاسگزاری. آقای سالاری خیلی متشکر از تلاش هایی که شما داشتید. شما نمونه مناسبی رو در بذر گندم تولید کردید. اینه برای ما توضیح بدید که چی کار کردید، چه اقدامی کردید و این بذر شما چه مقدار محصول میده؟ آقای رئیس جمهور، ما همیشه شاهد سیاست های همه دولت ها بر عرصه زمین خودمون بودیم. ما تجربه 40 سال 30 سال کشاورزی رو همراه با دادهای علمی روس و کار تحقیقی و ترویجی انجام دادیم. برای سومین بار بنده کشاورز نمونه کشور میشم روی گندم وزری. نمونه گندم شما برای تولید با نمونه های معمولی چقدر متفاوته آقای سالاری؟ برابر گندم میانگین کشور و نوع گندمی که من خدمت شما عرض کردم، گندمی که با گلوتن بالا هست، این گندم سخت معروف به گندم ماکارونیه که درها در بخشی از کشور تولید میشه. برای اولین بار در کرمان ما این کار انجام دادیم و تمام کل کشور به گندم ورودی گندم از خارج کشور این نوع گندم بی‌نیاز. یعنی الان گندم نوع بذری که شما به دست آوردید در هکتار چند تن هست آقای سالاری؟ تن 200 کیلو. من تا 12 تن هم تولید کردم. آقای 12. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر آقای سالاری از زحمات جناب عالی. همه کشاورزان عزیز، برای ما بسیار مهمه که بذر مناسب برای محصولات زراعی ما مخصوصا گندم به وجود بیاد. و این بذر شما چقدر میتونه، الان شما چقدر میتونید در سال آینده چند هکتار رو با این بذر کشاورزی رو انجام بدید؟ داری 200 کیلو، 210 کیلو بذر در هکتار گندم برای تولید گندم معمول استفاده میکنیم. اگه ما بتونیم 500 تن 1000 تن گندم تولید کنیم، نسبت به 2 تا 3 تا استان میتونیم پوشش بدیم. یعنی الان تولید شما همش ذخیره میشه برای بذر یا مصرف میشه؟ ذخیره میشه برای بذر، برای سال. خب این خیلی ارزشمنده که ما بذری که با این مناسبت تولید میشه ما دو مرتبه تبدیل کنیم برای بذر سال بعد، و همینجور با تکرار این میتونیم یه تحول بزرگی در بخش کشاورزی لااقل در استان خودتون شاهد باشیم و بعد هم در استانهای دیگر. خیلی از جناب عالی متشکر و ممنون هستم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم جناب آقای سالاری. آقای رئیس جمهور، من دستم خالیه، فقط میتونم بگم خدا شما رو حفظ کنه و عاقبت بخیر بشه. خیلی ممنون و متشکرم. در استان قم تنظیم بازار به صورت 100% صورت میگیره. علاوه بر اون روزانه حدود 50 تن تخم مرغ بابت تنظیم بازار به استان تهران هم ارسال میگردد. تولید تخم مرغ با توجه به اهمیت منابع پروتئینی در جیره غذایی بسیار اهمیت دارد. خوشبختانه در دولت تدبیر عمومی توجه خاصی به این صنعت شده است، به خصوص در تأمین نهادها که با توجه به شرایط خاص تحریم ها نهادها به صورت 100% توسط سیستم بازارگاه بدون واسطه در اختیار مرغداران قرار میگیره، که در اینجا جای تشکر ویژه از وزیر محترم جهاد کشاورزی بابت راه اندازی سامانه بازارگاه دارم. در زمینه تولید تخم مرغ دو تا چالش خیلی مهم پیش روی تولید کنندگان هست. چالش اول، معمولا در پروسه قیمت گذاری گاهن منافع مصرف کننده
در کنار منافع تولید کننده در نظر گرفته نمیشه. آقای رئیس جمهور، طبیعتاً شما گرایشتون بیشتر به سمت مصرف کننده است، ولی توجه داشته باشید که تولید کننده در این شرایط سخت که واقعا می جنگه متضرر نشه. چالش دوم در زمینه وابستگی مواد اولیه تولید تخم به خارج کشور، چه در زمینه تولید نهادها و واکسن، که امیدوارم در آینده نزدیک این مشکل مرتفع بشه. البته اخیرا هم در وزارت جهاد کشاورزی کارگروهی در این زمینه تشکیل شده که خوشبختانه در استان قم هم در سازمان جهاد کشاورزی چند طرح در این زمینه در حال انجام می باشد. با توجه به ضیق وقت از جناب عالی تشکر می کنم. تشکر ویژه از جناب آقای دکتر سرمست که با همت و درایت ایشان همه ظرفیت و مدیریتی استان در خدمت تولید به ویژه بخش کشاورزی و صنایع وابسته قرار گرفته. ملاقات بیواسطه تولید کنندگان با ایشان و بازدیدهای مکرر میدانی و تأمین سرمایه مورد نیاز از طریق بسته حمایتی از اقدامات ارزنده استاندار محترم می باشد. تشکر میکنم از ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان قم، معاونین محترم که همیشه حامی و همراه مرداران بودند. و سلام علیکم. خیلی ممنون و متشکر جناب آقای کمالی. شما چند ساله تو کار مرغداری هستید آقای کمالی؟ من خودم فارغ التحصیل رشته دامپزشکی هستم. از سال 83 در این بخش فعالیت کردم. واحد ما در سال فروردین 95 شروع به ساخت شد، در نیمه سال 96 راه اندازی شد. آقای کمالی، با توجه به اینکه شما خب در چند دولت، یعنی از سال 83 به هر حال در این زمینه به نوعی فعالیت داشتید و همینجور در دولت بعدی تا دولت تدبیر و امید، تفاوتی رو در این دولت‌های گذشته با این دولت در حمایت از کشاورزی و از جمله مرغداری احساس می‌کنید یا فرق نمی‌کنه؟ با توجه به شرایط خاصی که همونطور که خدمتتون عرض کردم در این مقطع زمانی پیش اومده، واقعا توی این مقطع جای تشکر خیلی ویژه‌ای داره از جناب عالی و همراهانتون که به هر حال حمایت کردید این صنعت رو. واقعا متشکریم از شما و همراهان محترمتون. خیلی ممنون و متشکر. هر دو نکته‌ای که شما بیان کردید حائز اهمیت، یکی این که قیمت گذاری محصولات اساساً باید یک تعادلی باشه بین منافع تولید کننده و قدرت خرید مردم، این یک اصل هست. دولت هم همواره تلاش میکنه یک حد تعادلی رو مد نظر قرار بده. نکته دوم هم متاسفانه در مرغداری ما وابستگیمون با بیرون به خاطر نهادها زیاده که امیدواریم انشاءالله وزارت جهاد کشاورزی تلاش کنه در سالهای آینده ما بتونیم به یک خودکفایی نسبی برسیم. از جناب عالی متشکرم به خاطر اینکه برجستگی‌های حرفه‌ای بسیار خوبی در کارتون بوده و امروز به عنوان یک فعال نمونه در کشاورزی هستید. به شما تبریک میگم و برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خیلی ممنون و متشکر از همه کشاورزان سراسر کشور و از همه عزیزانی که امروز لوح تقدیر رو دریافت میکنن به خاطر فعالیت ویژه‌ای که در بخش کشاورزی داشتن. من از همینجا از همه استانداران محترم میخوام که لوح تقدیر رو به کشاورزان عزیز ما بدن و از طرف دولت از همه اونها سپاسگزاری و تشکر بکنن. به نام خداوند بزرگ و با توسل به ارواح طیبه شهدا، به ویژه شهدای انقلاب اسلامی، رونمایی از 32 استادیو کشاورزی استانی و شبکه سراسری آموزشی کشاورزی رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.